سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. ابراهیم من با جلسه 62 آموزش برنامه‌نویسی C#. نمیشه گفت جلسه آموزشی این، چون جلسه آخرامونه، یعنی دو سه جلسه مونده که یه پروژه میخواییم با هم انجام بدیم، یه پروژه خیلی کوچیکی به عنوان دفترچه تلفن که بتونیم حداقل یه پروژه رو انجام داده باشیم با این معلوماتی که تا الان داشتیم. ببینیم چه چیزایی میتونیم انجام بدیم، چه کارهایی میتونیم بکنیم که یک برنامه تمیز داشته باشیم. تا الان اومدیم مفاهیم گفتیم، پروژه مثلا دستورات مفاهیم گفتیم، به صورت جست گریخته مثلا گفتیم، اومدیم تا آخر به ترتیب. حالا میخواییم با این معلوماتی که داریم یه پروژه انجام بدیم. پس بریم ببینیم این پروژه رو چطور باید تمیز پیاده کنیم. با ما همراه باشیم. خب دوستان، ما اولین کاری که باید انجام بدیم باید دیتابیس خودمون ایجاد کنیم. تو این نوع برنامه‌نویسی که ما آموزش دیدیم دیگه باید اول بیایم دیتابیس رو ایجاد کنیم و کار سمت سرورمون تموم شد، بریم سمت C# و عملیات انجام بدیم. اولین کاری که باید بکنیم این که قبل از پیاده سازی دیتابیس ببینیم چه چیزهایی نیاز داریم، باید تجزیه تحلیل کنیم. الان ما توی این قسمت می‌خوایم بیایم تجزیه تحلیل کنیم، اگه وقت شد دیتابیسش هم ایجاد کنیم. برای این کار من در اثر ویزیو رو میارم بالا و یک دیاگرام بلانک دیاگرام درست میکنم و توی شیپ هامون مور شیپ میایم توی دیتابیس، سافر دیتابیس و دیتابیس UML Database National این انتخاب میکنیم که این اشکال اضافه بشه. اشکال های مختلفی داره برای بخش های مختلف، برای نمیدونم بیزینستون بخواین چارتی ایجاد کنیم، برای ببینید انواع حالا داره، مثلا برای بیزینس رو نگاه کنید، ببینید چارت های مختلف میتونید ایجاد کنیم بر اساس اون به قول معروف منطقی که دارین تو کارتون. هر چیزی که هست بیزینس ما برای پیاده سازی نرم افزار باید بدونیم انتیتی هامون چیه، چه ریلیشن هایی دارن، پرایمری کی کدومه، فرانکی کدومه، اینا همه رو باید به دست بیاریم. قبلش میریم پس اینا رو ایجاد میکنیم. اولین چیزی که برای دفترچه تلفن میخوایم پیاده کنیم، میایم جدول اینا کمی زوم میکنم. خب اسم جدول اول میذاریم چی؟ ما خب میدیم استانامون چیه؟ حالا دیگه من فینگلیش می نویسم، حالا شما میخواین بنویسین سیتی، نمیدونم اون یکی رو بنویسین استیت، هر چیزی که میخواین بنویسین به زبان من. اگه فینگلیش میذارم که اونایی که اگه زبانشون ضعیفه بدونن، مهم نیست حتما باید اسم جداولتون انگلیسی باشه، فیلداتون انگلیسی باشه، فینگلیش هم بنویسین. وقتی فینگلیش می نویسین دیگه تا آخر فینگلیش بنویسین، این نشه یه جدول باشه مثلا سیتی یه جلسه باشه، نمیدونم استان یکی دیگه باشه، نمیدونم کانتری یکی دیگه باشه، نمیدونم مردم، این چیزا نباشه. قاطی پاتی ننویسید، یا فینگلیش یا انگلیسی تا آخر. حالا ما فینگلیش می‌نویسیم استان، دیگه زیادی فینگلیش نمی‌نویسیم استان. اولین چیزی که داره پرایمریمون میشه آیدیمون. استان ما چی داره؟ یه نیمی داره دیگه، میشه همون نام شهر، نامشه، نام استان، 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 استان. خب دیگه بغیر از این چیزی دیگه هم داره؟ فعلا چیزی نداره. اینه پس دلیت میکنم. I deleted کو رکمه دلیت میزنیم. خب یه انتیتی دیگه میارم داخل، اسم اینه میزنم چی؟ هر استانی داخل باید بریم شهراش ببینیم چیه. میگیم آقا این شهر آیدی، نام شهر و یک چیز دیگه هم داره، یکی باید حروف کوچیک بشه، نام شهر و میشه استان آیدی، استان آیدی. بعد بدونه این شهر مال کدوم استانه. قسمت بعدی کارمون چی میشه؟ میشه خود اشخاصی که هستن اسمشو چی بذاریم؟
میگیم مثلا کاربر که میشه کاربرهایی که با نرم افزار کار میکنن، این میشه اشخاص، میزنیم اشخاص، حالا پیپل، اشخاص، کانتنت، هر چیزی میخواییم بزنیم، امیدوارم که درست باشه. اشخاص این یه آیدی داره، اتریبیوت میتونید ببینید، راست کلیک کنید اد ببینم داره نه، فقط از اینجا بکشین دیگه، اتریبیوت ببینید ما بینش بندازین میاد، هر تعداد میتونیم بیارین، کافی فقط بندازین یا کپی پیست کنین، همینجور میندازم. نمیدونم چه چیزایی میخواییم، ولی خب یه شخص باید بدونیم مال کدوم شهره. پس میگیم چی؟ شهر آیدی، بعد نام، نام خانوادگی، نام خانوادگی، امیدواریم درست باشه، نام خانوادگی، همه چی رو فنگلیش می نویسیم که راحت باشیم، بعد شهر، نام، نام خانوادگی، بعد تلفن مخفف می زنیم، بعد آدرس مثلا، آدرس دیگه انگلیسی نه دیگه، این یه مورد دیگه شبیه هر جور کنیم همون میشه. خب بعد تلفن، آدرس و کد پستی دیگه چه چیزایی داره؟ تو آدرس پلاک میاد، همین یه تعداد کافیه دیگه، نمیخوایم زیاد بشه، همین مشخصات فلان برامون کافیه. حالا شما میتونین بسش بدین، بزرگترش کنید، خیلی حرفه‌ای ترش کنید. فعلا برای ما خیلی دیگه از زوم در اومدی، کمی این سمت‌تر بیا، اینجوری نمیشه، تو رو باید یکی جدا کنم، تو رو هم بیارم اینجا. چرا؟ دلیلش الان بهتون میگیم، چون استان و شهر با هم ریلیشن دارن، ریلیشنی که داریم میاریم اینجا، استان آیدی با آیدیمون رابطه داره، اوکی؟ بعد اینجا یه ریلیشنی بینه میاریم اینجا بین این آیدی و این شهر آیدی هم وجود داره، یعنی درسته دیگه. حالا ببینید من ریلیشنه، دقت هم کنید رو هم به حالت از روی اون پریدم گذاشته، خیلی طراحی خیلی خوبی داره، یعنی شما بخواید اگه خود جداول خودتون رو طراحی کنید، تحلیل کنید، من الان تحلیل خاصی نکردم چون فقط میدونستم یه دفترچه تلفن این جداول داره، شما اول باید برید جمع‌آوری اطلاعات کنید، مثلا اگه برای یک نفر میخواید پروژه انجام بدین، اول میرین پیش اون طرف میگه آقا نیازمندی ها چیه، چه چیزی میخوای، چه بخش هایی داری. آقا میگه من باید دسته چکم رو مدیریت کنم، نمیدونم انبارم رو مدیریت کنم، خریدم رو مدیریت کنم، فروشم رو مدیریت کنم، وقتی مثلا میخرم اول میاد اینجا، بعد از اینجا انتقال داده میشه اینجا، همه بیزینس کارش رو باید در بیارین. بعد از اینکه بیزینسش رو در آوردین، برای خودتون تحلیل کردین، آروم آروم ریز بشین، جداولش رو به دست بیارین. زمانی که جداولش رو به دست آوردین، بیاین پیاده سازی کنین تو ویزیو، حالا هر نرم افزار دیگه میخواین، نمیدونم نشنال روز کار کنین، نمیدونم هر چیز که میخواین کار کنین، بیاین بیزینس خودتون رو پیاده کنین، جداول خودتون رو پیاده کنین، حالا بر اساس این جداول میریم دیتابیس خودمون رو پیاده میکنیم و میبینیم چقدر راحت و سریعتر میتونیم کارامون رو انجام بدیم. الان یک بیزینس خیلی کوچیک و ساده رو ما پیاده کردیم روی همین سه تا جدول. حالا میتونید شما یه جدول یوزر هم اینجا پیاده کنیم، هیچ ریلیشنی با دیگران
نشته باشه، برای خودش یوزره ولی توی تک تک این جداول آیدیش میشینه، چه کسی لاگین کرده، چه کسی داده درج کرده، اینا همه رو متوجه میشه. خب فعلا ما همین حالت ساده رو میخوایم پیاده سازی کنیم. بریم دیتابیسمون رو پیاده کنیم. میام سمت دیتابیس، یک دیتابیس جدید میزنم، اسمش رو میزنم. یک لحظه من یه استوب کنم، ببخشید. خب عذرخواهی میکنم، ببخشید یک لحظه یه مشکلی پیش اومد. خب دیتابیس ما دوباره میایم روی دیتابیس راست کلیک میکنیم، نیو دیتابیس میزنیم و شروع میکنیم به ساخت دیتابیس. اولین کاری که باید بکنیم، باید اسم دیتابیس رو بدیم. میشه اسم دیتابیس میتونیم بزنیم مثلا فونبوک یا هرچی. من میگم آقا فینگلیش باز دفتر چه تلفون، دفتر چه تلفون، امیدواریم درست باشه. و آدرسش اگه میخواین تغییر بدین که میتونین تغییر بدین، اگه نه که هیچ مشکلی نداره، همون جایی که اسکیل نصبه میره براتون میسازه. من اینو اوکی میکنم، ببینیم چیه. خب دفترچه تلفن ایجاد شد، این شد از دیتابیس ما. حالا باید چی کار باید بکنیم؟ بیاییم تیبل همونو ایجاد کنیم. تیبل همون چیه؟ اولین تیبلی که داشتیم اسمش سوم میکنیم استان، بخشید تیبل تیبل من یک آیدی داره از نوع اینت، حالا وقت هنگ کردن نبود، نیم استان، اینو کپی کنم. نیم استان میگم از نوع انور چره، مثلا یه استان میگم آخرش چقدر باشه، چند کلمه باشه، میگم آقا 30 کلمه دیگه، از این بیشتر که نیست. اگه بیشتر بود که از دید خودتون بیشترش کنید. خب این استان رو کپی کنم، این میشه پرایمری کی. آها اینا یادمون رفت، اینجا بهتون بگم، ببینید استان آیدی ما شده چی؟ set foreign key. اینجا هم شهر آیدی شده set foreign key. راست کلیک میکنیم foreign key، نزدیک میشیم، دقت کنین، foreign key primary key، اینا همه چی مشخص میکنه. من حالا ویزیو رو میبندم، نیبندم، یعنی میرم پایین، جدولمو ذخیره میکنم. yes. اسمش هم میزنم استان. اول چیزی TBL بذاریم، بعضی هم میگن نیاز نیست بذاریم، ولی خب بهتره که باشه، من راحت ترم، یعنی از اول عادت کردم به این حالت دیگه برام مونده. ولی بعضی میگن نه مهم نیست. میتونیم اسکیماش هم مشخص کنیم، بذاریم من اسکیماش هم بسازیم. حالا اسکیما نیاز نیست به این برنامه که خیلی کوچیکه، همه توی همون دیبیو ساخته بشن. میتونید اسکیمای مختلف بذاریم برای بیس کارتون که اطلاعات پایه فقط وارد میشه، مثل اسم استانا رو وارد میکنید، اسم شهرها رو وارد میکنید، واحد اندازه گیری، واحد اندازه چی گفت؟ اندازه گیری، آره، واحد سنجش یا واحد اندازه گیری که کیلوگرم متر، اینا رو مثلا تعریف میکنید. بیاین برای این موارد یک کانتینر درست کنید به اسم اسکیما، مثلا بذارید آقا بیس، بیسی که کارتون. بعد برای مثلا برای بخشای دیگه، مثلا انبارتون یه اسکیمای انبار داشته باشه، اینونتوری درست کنید، جداولتون رو اونجا بسازید. فعلا برای ما همین دی بی او کافیه. بعد میریم بخش بعدیمون چی بود؟ یه تیبل دیگه ایجاد میکنیم طبق معمول، آی دی اینت، همچنان می نویسیم کند میشه، جدیدن هم اینجوری شده. بیایم کمی این وقتتر، این کپی، بیایم داخل این اینت، اوکی، شهر انور، انور چهره، مثلا شهر هم بگیم 40 تا و دیگه هم 30 تا کافیه. اوکی
و آخری هم چی بود؟ استان آیدی. یه چیزی رو تو جدول قبلی فعال نکردم، ست پرایمری کی، میایم پایین آیدنتیتی، آیدنتیتی رو فعال میکنیم که یکی یکی خودش اضافه کنه، اسمش هم میذاریم دی ویو، ویزیومون بیاد بالا، شهر تی بی ال شهر. اوکی خب این ذخیره شد، اینو من یه دیزاینش رو بزنم، فکر کنم، فکر نمی کنم، مطمئنم که برای این آیدیمون موقعی ضبط ویدیو هنگ میکنه، نمیدونم چرا حالت عادی هنگ نمیکنه هیچ وقت، وقتی کم تا زیاد اجرا میکنم، میخواد با اسکیل کار کنم، جدول تعریف کنم، این چند این بار داره این حالت پیش میاد. خب این آیدنتیتی یس ذخیره تمام، یه رفرش هم میکنیم تیبلمونو. خب دو تا جدولمون ایجاد شد، حالا بریم جدول آخرمون هم ایجاد کنیم، تیبل جدول آخرمون آیدی داره، شهر آیدی داره، میان میزنیم آیدی از نوع اینت، هنگ کن تو رو معمول ما رو مسخره کردی. خب منتظر میشیم، این از آیدی، شهر آیدی هم اینت، نیم میگیم انورچر نیم یک فرد، مثلا میتونه 25 کارکتر کافیه. بعدیش نام خانوادگی، میگیم انورچر، چون یه حرف امکان داره با پسوند باشه، فامیلیش هم طولانی باشه، میگیم 40 کارکتر. تلم میگیم انور چره، مثلا صرف 11 12 13 14 15 16 میگیم 11 تا کافیه، 11 12 تا کافیه. خب کد ملی هم میتونین اینجا بگیرین که یک ایندکس خاصه، مثلا یه بخش ایندکس داریم توی دیتابیس ها، کالستر ایندکس، میتونید خود که باعث میشه سرعت جستجوتون توی دیتابیس ها افزایش پیدا کنه، خود کد ملی چون برای هر فردی یک تایه، اون به عنوان یک کالستر ایندکس خیلی خوبی میتونه استفاده کنه. ولی خب فعلا ما نیاز نداریم، آدرس اینورچره مثلا بگیم چند، میگیم آقا میگیم 150 تا کارکتر. و آخریش هم کد پستان، کد پستی ببخشید، کد پستیمون هم انورچر از 15 بیشتر که نمیشه. طب اگه میتونین یه فیلد توضیحات داخلش همیشه بذارین، کامنتی بذارین، فعلا ما نیاز نداریم. خب ست پرایمری کی، آیدنتیتی فعال، ذخیره میکنیم به اسم اشخاصمون، میگیم آقا تی بی ال شخص، پیپل، هر چی خودتون دوست دارین اسمشو بذارین، رفرش. این شد از این. حالا میایم توی دیاگرام، ببینید یه نیو دیاگرام میزنم، همه رو انتخاب میکنم. شما میتونید به صورت دستی هم برین فارنکی های خودتون رو ست کنین، ولی خب وقتی با این روش انجام میدین راحت ترین، میگه آقا این آیدی من
بیا با این رابطه چی داشته باش؟ این پرایمری کیه؟ تی بی ال شهر استان آی دی فارینکیه. دقت کنید تو تی بی ال شهر این فارینکی تی بی ال شهر انتخاب شده، تو پرایمری کی تی بی ال استان که آی دیه، میگیم فارینکی اوکی. یعنی براشون رابطه یک به چند، یه استان میتونه چندین شهر داشته باشه، یک به چند. دقت کنید اینجا رو، من این دوست عزیزمون رو فعال نکردم، اینم بیاد. استان آی دی درسته، تو رو بیارم اینجا. اوکی، الان این مگه زوم بشه؟ بعید میدونم زوم بشه. آها، ببینید این علامت چیه؟ بی نهایت چند استفاده میکنم. مثلا میگه آقا رابطه یک به چند دارن الان اینجا. یه خورده این بدتر برو. حالی الان من یک شهر دارم مثلا داخل مثلا همین مازندران، استان ببخشید مازندران، این داخلش چی داریم؟ آمول، بابل، قائمشهر، ساری، کلی شهر داخل این استان وجود داره. پس رابطه یک به چند داریم که بعد از استان آیدی استفاده کنیم برای این رابطه، که بدونیم که این شهرهایی که اینجا دارن معرفی میشن برای کدوم استانن. خب من اینا رو دلیت کنم. حالا قسمت بعدیمون چی بود؟ اشخاصمون. باید بدونیم اشخاص ما برای کدوم شهرن. پس آیدی ما باید یک رابطه دیگه داشته باشه. پرایمری کیمون میشه تی بی ال شهر، فارینکی ما میشه تی بی ال که باید فیلد شهر آیدی مون انتخاب بشه. اینجوری درست سره؟ یعنی تو فارینکی ما تی بی ال اشخاص، باید شهر آیدی مون انتخاب بشه. الان رابطه ای که اینجا وجود داره دقت کنی، رابطه یک به چند، یه داخل یه شهر میتونه کلی اشخاص باشن که این تلفن رو دارن، بول معرفی شدن دیگه، ذخیرش میکنن به اسم دیاگرام یه صفر یک هرچی. یه دیاگرام میتونی یه اسم بدین، دیاگرام مثلا فونبوک یا دفتر چه تلفن، اینو ذخیره میکنه. کار ریلیشناتون الان تموم شد، میتونستین دستی تو همون تیبل انجام بدین، ما اومدیم همینجا انجام دادیم. اوکی، ذخیره هم شد تموم. الان دیگه مثلا تو تی بی ال اشخاص برم، تو کلمنش برم، ببینید یه پرایمری کی داریم که آیدیشه، یه دونه فارینکی داریم که شهر آیدیشه. به همین راحتی تونستیم ریلیشن ها رو انجام بده. خب میریم قسمت بعدی کارمون، بیایم یکی از موارد کارمون رو بزنیم. چی؟ پروسیجر نویسی. من برای یکی از جداول میزنم، برای تمام جداول همینه، فعلا میزنم یکیشو، ببینیم کدوم بزنیم. بکنم جدول بزرگ رو بزنیم بهتر باشه، بقیه جداول که چیز خاصی نداره میتونیم بقیه رو بزنیم. شما میتونید یک استرویت پروسیجر ایجاد کنید. برنامه شما اگه کوچیکه، مثلا تعداد عملیاتی که داخلش انجام میشه کمه، نیاز نداریم پروسیجرهای خودتون رو جدا کنید. مثلا من برای پروژه‌ای که مثلا اگه بزرگ باشه خورده از متوسط شروع بشه، میام چیکار میکنم؟ میگم آقا اکزیکیوت پروسیجر مثلا تیبل مثلا ایکس من، قسمت اکزیکیوتش جدا باشه، قسمت کوریش جدا باشه، به این سبکه. این create procedure مثلا میگم چی باشه؟ تو همون دی بی او باشه، نیاز ندارم تو اسکیمای مختلف. مثلا میگم آقا این برای کدومه؟ برای اشخاصه. اشخاص یه اندرلاین میزنم، میگم آقا تو این پروسیجر دارم اکزیکیوتاشو میزنم، یه پروسیجر دیگه ایجاد میکنم
کوریاشو میذارم. تفاوتشون چیه؟ تو اگزیکیوت میام عملیات درج، ویرایش، آپدیت، آره ویرایش آپدیت که یکه، درج و ویرایش و حذف اینا رو میذارم. حالا بخواد یک تغییر دیگه ایجاد بشه، مثلا بخواد یک سندی غیر فعال بشه، یک شخصی غیر فعال بشه، یک مثلا مالیاتی رو حساب کنه، اگه بخواد مثلا هر کدوم سمت سرور عملیاتی انجام میدن میان تو سمت اگزیکیوت. ولی نه، اگه بخوام برنامه کوچیک باشه تو همین یه دونه اسپیمون، تو همین اسرت پروسیجرمون میتونیم همه رو بزنیم. حالا من همین یه دونه رو میام به همون حالتی که همیشه خودم میزنم، اگزیکیوتش هم اضافه میکنم و یه خورده اوکیه. تهمون میریم سمت بقیه برد. بعد از اینکه این کار کردیم چرا احساس میکنم یه چیزی کم داره اگزیکیوت. اوکی، یه پرانتز باز بسته. اینجا چی کار میخوام بکنم؟ البته این زمان این کار میکنیم که بخوای یه پارامتر مثلا انکریپتی بذاریم برای استارت پروسیجر، نیاز نداریم اصلا، همینجوری خالی کافیه. میام الان باید چی کار کنیم توی اشخاص من. حالا من این ویزیو رو میارم توی این فرم که اذیت نشیم هر دور. اینجا از اینجا میبینمش، از این مانیتور میبینم که کارمون سریع تر پیش بره. خب اولین چیزی که داره، البته میتونی از اینجا هم ببینی، TBL دفترچه، تلفن، تیبل، این اشخاص و کلمناش، از اینجا میتونین کپی کنین، مشکل نداره. میگم آقا اولی برای تعریف پارامتر، ببین پروسیجر من مثل شبیه چیه، یه فانکشن، یه تابع، میاد یک پارامتر ورودی داره، امکان داره یک پروسیجر اصلا پارامتر نداشته باشه یا میتونه پارامتر داشته باشه. برای تعریف پارامتر اپساین رو میزنیم و میگیم اولی چیه؟ آیدی، آیدی از نوع اینت، میتونه نال هم باشه، یعنی پیشفرض نال حسابش میکنه. میریم بعدی اپساین، بعدی چیه؟ شهر آیدی، کپی، اینم اینت میتونه نال باشه. بعدی نیم، اپساین نیم ورچره چنده؟ 25 گرفتیمش، میگیم برابر نال باشه. البته اینا دیگه نال نیستن ولی ما میگیم آقا همشون نال در نظر بگیر. بعدی برای اینکه اشتباه نشه کپیش میکنم، ورچره چند گرفتم براش؟ 40 برابر نال باشه. خب بعدی تل مساوی، ببخشید، این ورچره 11 برابر نال. دفترچه تلفن به همین شماره تلفنشه، یعنی اگه نباشه باید خطا بده اصلا، ولی خب ما میگیم نال بت قبول کنه، خودمون مدیریت میکنیم سمت برنامه که نال نیاد. اپساین بعدی ادرس مساوی این ورچره 150 برابر نال، آدرس میتونیم ندیم و کد پستی، کد پستی برابر نال، تموم. فعلا تا اینجا نوعشو نگفتیم. انور چره چندی؟ 15. کد پستی 15 کافیه. خب فعلا هیچ خطایی نداریم، اوکیه. این خطا به خاطر اینه که بدنه پروسیجرمون فعلا هیچی نداره. این از این. میتونی کامنت ها خودتون تغییر بدین، بگی آقا نویسندش کیه، تو چه تاریخی انجام داره و چه کاری این پروسیجر میکنه، یه توضیح بهش بدین.
فعلا کاری نداریم. یک کایند اضافه میکنم من اینجا. میگم اد ساین کایند که از نوع اینت و نال هم نمیتونه باشه. ولی ما میگیم آقا تو هم نال قبول کن. ولی خب کاینده خیلی مهمه. به ما میفهمونه که کدوم یک از بخش ها الان باید اجرا بشه. چطور؟ میگیم آقا if اگر اد ساین کایند من برابر یک بود بیا چیکار کن؟ بگین اند، بیا این کار انجام بده. چیکاری انجام بده؟ insert into dbo dot اشخاص، تیبل اشخاص. خب داخل تیبل اشخاص چه چیزایی وجود داره؟ خب تیبل اشخاص اینا values values درسته. اینم از این. خب بریم اولین فیلدش رو ببینیم چی باید بذاریم. میشه آیدی که نیاز نداره، آیدنتیتی استفاده کردیم و خودش میاد این کار رو برامون انجام میده. میگیم شهر آیدی، شهر آیدی. بعدش چیه؟ نیم. نیما ببینین آبی شده، به عنوان یک دستور شناخته شده. پس میبینه چی کار میکنیم؟ با این براکت میگیم آقا این یه فیلده، کاری باش نداشته باش. بعدی چیه؟ نام خانوادگیه. چرا آمدی اینجا؟ و بعدی چی میتونه باشه؟ تل میاد ادرس باشه. ادرس هم باز دوباره همون حالت کلن. اینا میگن کلمات رزرو شده. اگه یه جایی خوردیم بدون کلمات رزرو شده بهشون میگن. مثلا ببینید این بیگین آبیه، این ایف آبیه، اینا کلمات رزرو شدن، دستورن. برای همینه نیم ادرس اینا آبی میشن. بعدش هم کد پستی تموم. حالا همینا بودن فیلدهای جدول. بیاین ولیو هاشون رو بهشون تحویل بدیم. اولی میشه اساین شهر آیدی. چرا اینجایی؟ بعدی میشه اد ساین چی بود؟ نام بود، نیم بود. اد ساین نام خانوادگی، اد ساین بعد نام خانوادگی چی میدادیم؟ نام خانوادگی تل، اصل کاری. بعدش اد ساین آدرس و آخرم اد ساین کد پستی. خب این اولین عملیاتی که توی بانک انجام میشه. یعنی ما میخوایم یک شخص جدید ما درج کنیم توی پروژه، یعنی تو برنامه ما بریم تعریف کاربر کنیم، تعریف شخص کنیم و شماره تلفنش رو درج کنیم. حالا میتونه یه نکته هم بگم در مورد شماره تلفن. امکان داره یک فرد چند تا شماره تلفن داشته باشه. برای اینکه مثلا چی بشه نمیدونیم، بیایم بگیم تلفن یک، تلفن دو، تلفن سه، تلفن چهار، همین به ترتیب همه را که نمیتونیم بگیم. برای همین یک تلفن جدا میکنن جدول تلفنو و بر اساس آیدی شخص اونجا شناسایی میشه. آقا میگه آیدی این شخص چند تا شماره تلفن داره. پس خود جدول شخص رابطه یک به چند داره با جدول تلفن. فعلا ما اومدیم گفتیم پیش‌فرض همون یه دونه تلفن رو داره. خب این شده از اولین قسمتمون. دومین قسمت ما چی میشه؟ میشه else if assign kind ما برابر دو باشه. begin end میشه update و set
میایم پایین آپدیت میکنیم. کلمه آپدیت رو احساس میکنم هر موقع فراموش کردیم فقط یه ساده آپدیت تمام درسته، هیچ مشکلی نداره. ببخشید مانیتور کثیفه یا خودش، خب منتظر میشیم این بیاد بالا تا من اینو درست کنم. بگم آقا میگیم اولی چی میخواد؟ شهر آیدی. شهر آیدی درسته، ما اولش میگم یه اشتباه اینجاه، میگیم دیبیو دات تیبل شخص ست کنه فلان مساویه ادسان شهر آیدی. و بعدی چی بود؟ یه براکت میدهیم نیم مساویه ادساین نیم و بعدیش میشه نام خانوادگی مساویه ادساین نام خانوادگی و بعدیش میشه تل مساویه ادساین تل و قسمت بعدیش چی بود؟ ادرس میشه ادرس مساوی ادساین ادرس و آخری هم کد پستی مساوی ادساین کد پستی. این شد از قسمت آپدیت. ولی خب یه وری داره اینجا، میگه آقا قسمت ور خودتو برابر آیدی مساوی ادساین آیدی باشه. بر اساس کدوم فرد داره آپدیت میکنی داده هاشو؟ این شد از این. و قسمت آخرش هم میشه ال ایف ادساین کایند مساوی سه بیگین اند. میام اینجا میگیم دلیت. ای بابا ای خدای شکر دلیت. اسم تیبل چی بود؟ دی بی او داد اشخاص ور به شرطی که آیدی طرف برابر آیدی باشه. این از این. خب این سه تا حرکت رو زدیم اوکیه، یعنی اومدیم این الزیفار خورده فاصله بدن که مشخص باشه که چیه قسمت اول کارمون. قسمت اول کایند یکمون از اینجا تا به اینجا میاد چی کار میکنه؟ کار عملیات درج. تو میخوای یک شخص جدیدی رو درج کنی، میاد این کار میکنی. قسمت بعدی کار، یعنی اگر کایند ما دو بود تو برنامه میگم آقا چه کایندی ارسال، الان داره چه عملیاتی انجام میدیم. کایند اگه دو بود داره عملیات آپدیت رو انجام میده. آپدیت چیه؟ من یک شخصی رو از قبل تعریف کردم، مشخصاتش اشتباهه، مثلا تو نامش به جای اینکه مثلا بنویسن علی رضا آش نیافتاد، ر نیافتاد، میام اینو اصلاح میکنیم، پسوندش رو نذاشتیم، میام اینو اصلاح میکنیم، یا شماره تلفنش اشتباهه، اینا رو اصلاح میکنیم برای کاربرایی که از قبل وجود داشته. پس این میشه آپدیت. حالا یه کاربری کلا اشتباه وارد شده، میایم حذفش میکنیم اینجا، کایند سرم صدا میکنیم و حذفش میکنیم. این شد عملیات اکزیکیوت. شما میتونید چیکار کنید برای اینکه کارتون اوکی باشه؟ این پروسیجرتون رو ذخیره کنین، اول یه به عنوان یک اسکریپت ذخیره کنین، سیو، مثلا یک جایی توی پوشه اینا رو ذخیره کنید، مثلا به ترتیب ذخیره کنید،
و داشته باشین. هر بار بیاین تغییرش بدین، میگه آقا این دور این شد، مثلا کدی مثلا مشکل داشت، باگی داشت، بخواین فرمولش رو تغییر بدین، بیاین تغییر بدین، دوباره روی برنامه بیاین اکزیکیوتش کنین. اگه میخواین این کارو کنید، هر دور کرییت نباید بشه، از دورای بعدش باید آلتر بشه، باید تغییر کنه. کرییت میاد یکی جدید میسازه که اون موقع خطا میگیرید. برای این کار قبلا میامدیم یه شرط میذاشتیم، میگفتیم اگر وجود داره بیا آلتر کن، اگر وجود نداره بیا کرییت کن. الان قشنگ خیلی ساده میزنی کرییت او آلتر، خودش مدیریت میکنه که آقا اگه این پروسیجر وجود داره آلترش کنه، اگه وجود نداره کرییتش کنه. من اینو مثلا ذخیره کردم، حالا میام اکزیکیوتش میکنم، کامل اجرا شد. توی پروسیجرهای خودم یه رفرش میکنم، بیا زود باش و منتظریم. رفرش نشد هنوز. رفرش شد. ببینید من یک پروسیجر اشخاص اکزیکیوت دارم، حالا میتونم یه جدید ایجاد کنم برای کوئری. همین فیلدها رو نیاز دارم، همین نیاز رو فقط اینه میکنم کوئری، یه سیو دیگه میگیرم با اسم دیگه، یا میام مثلا یه کوئری جدید میزنم، کاری نداره. اسرت پروسیجر نیو، آقا اینا همه یکیه دیگه، از اینجا به بعد کلن از بالا تا پایین همه رو کپی میکنم میارم اینجا. فقط بالا رو چی میکنم؟ کوئری که الان انجام دادم قبلش، اون قبلی رو میبندم، نیازی ندارم دیگه. اکزیکیوت هم که شده، ذخیره هم که کردم، حالا برای پروسیجر جدیدمون میگم آقا من توی این پروسیجر یه دونه فعلا پارامترایی که نیاز دارم، یه آیدی نیاز دارم، یه کاین، بدونم کدومو میخوام. شرایطی اینو فعلا چیز دیگه نیاز ندارم، پس همین دو تا پارامتر فعلا برای من کافی. اگه فرمولتو تغییر کرد، نوع دیگه ای گزارش خواستین، میتونید پارامتر اضافه کنید. من توی کایند 1 من اینه، یه کایند 2 هم دارم این کارو میکنه، کایند 3 اصلا ندارم. خب اینا چی کار میکنن؟ من میام برای کایند 1 اگه بود میگم همه رو برگردون، سلکت فرام دی بی او دات اشخاص از نوع مثلا میگم ای باشه کافیه، همه رو برگردون، ای دات میگم آیدیشو برگردون، ای دات نیمشو برگردون، نیم که طبق معمول این حالت، میگیم ای دات نام خانوادگی، ای دات تل، ای دات ادرس، یه حال سرعت میدیم، ای دات دیگه چی بود؟ تل گفتیم، همه چی که فقط کد پستی مونده. همین، شما میتونید به جای اینا از استار استفاده کنید، بگی آقا همه ستونا رو بدین، ولی بهتره که این حالت بگین مدیریت شده باشه، بهتره. تو حالت استار زیاد جالب نیست، بعضی موقع نیاز داریم یه فیلدای اصلا نباشه، این حالت بهتره. پس میشه همه داده‌های جدول، یعنی داده‌هایی که تا الان وارد کردیم از جدول اشخاص رو بهم برگردون. قسمت بعدی چی میگه؟ میگم آقا سلکت کن، همین دقیقاً همین رو برمیگردونی، همه داده‌ها رو برگردون، فقط یه دونه چی داره؟ چی شد؟ ور میگیم ای دات آیدی مساویه @ آیدی، اطلاعات یک فرد خاصه به این برگردون. پس
من تو کایند دو میام اطلاعات یک فرد خاص بهتون برمیگردونم. پس کوئری من فعلا شد چی؟ یکی که کایند یکش اطلاعات تمام اشخاص توی لیست برام برگردونه، یا حالت دیگه میگم آقا اطلاعات یک شخص خاص برام برگردون، حالا میخوام فقط اطلاعاتش ببینم، میخوام آپدیت کنم، هر کاری دیگه میخوام بکنم و میتونم اینجا ببینم. پس این شد فعلا دوتا کوئری. حالا اگر گزارش دیگه خواستین میتونین به دست بیارین. این از این. حالا تو برنامه که بریم نیاز میشه مثلا بیاییم پروسیجرامون رو فعیه ریویو کنیم، یه خورده تغییر بدیم، یه خورده مثلا به جای شهر آیدی بیاد مثلا چیکار کنم. آها اینجا من شهر آیدی نزدم، نه ایداد شهر آیدی اینجا هم باید اضافه بشه تو این نیوه. حالا بعد نیم نه فرقی نداره، اونجا ما با ستون کار میکنیم برای قشنگی کار میکنیم. خب شهر آیدی هم اضافه شد، این کوئری اشخاص و تموم. این بود از کوئریمون. حالا من بعد اینکه چی شد میام خود پروسیجرهای دیگر هم میام مینویسم. تو جلسه بعد میام سمت سی شارپ شروع میکنیم به کد نویسی. پس خودتون هم اینا رو پیاده سازی کنید، آماده کنید، تو جلسه بعد با همدیگه اینا رو پیاده میکنید. خب دوستان من فراموش کردم بگم، یادتون نره تو یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله جلوش هم بزنید و اینستاگرامون هم فراموش نشه. تا جلسه بعد خدا نگهدار.